دعا یعنی طلبیدن و خواستار شدن آن چیزی که انسان آرزو داره از خداوند متعال. دعا اوج خضوع و فروتنی و عاجز بودن و ناتوانی انسان را به نمایش میگذاره. دعا متجلی توحید و یگانگی خداونده و برای انسان ایر میخواه که نشان بده که خیلی از چیزهایی که تو فکر میکنی که به توان و قدرت خود خوبه اونا دست پیدا بکنی نمیتونی، و بعد که تو به درگاه خداوند دستای خود رو بالا بکنی و آن چیزهایی که نمیتونی به اونا دست پیدا بکنی آرزوی طلبیدن از اونا بکنی تا اون چی که خداوند اگر در خیر تو میمیره به تو بده و اگر در او چیزی که در خیر تو نمیره به تو عطا نکنه. دعا به می خاطره که یکی از راههایی که انسان و مسلمان میتونه که به او چیزهایی که در زندگی فکر میکنه که دسترسی به اونا و دستیافتن به اونا ناممکنه بیای توسط همی دعا به اونا دست پیدا بکنه. بله ادریسیان، دعا یگانه مهمترین چیزیه که در زندگی جامعه امروزی ما گم شده، یعنی به یک تعبیر دیگه گم شده امروزی مانه، چون دعا یک آله و یک وسیلیه که توسط از او انسان ها به آرامش میرسن و آرامش خود از طریق از او به دست میارن، چون با پروردگار خو و با خالق خو راز و نیاز میکنن. و برای تاکید از این پیامبر علیه السلام میفرمایند الدعا هو العباده، دعا همان عبادت است، یا ای که میگن الدعا مخ العباده، دعا مغز عبادته. کل از این تأکیدا به زی خاطره که دعا همون آرامشه که شخص به زو نیاز داره در دعا پیدا میکنه و به او آرامش خود توسط دعا میرسه. همون قسمه من فکر میکنم دعا یکی از اساسی ترین و مهمترین راه های که بنده میتونه با الله متعال خیلی راحت رابطه برگزار کنه. مثلا یک داستانی که نقل میکنن از خلیفه مسلمان ها عبدالملک ابن مروان، شاید نام از او شنیده باشه، و حتما این شخصیت پادشاه و خلیفه عصر اموی ها برای مسلمان ها بوده. وقتی که در حال خطبه خواندن هی خطبه میخونه، با مدت چند دقیقه مکس میکنه. میفهمید چرا؟ به خاطر که گناهان از او به یاد از او میایه و هیچ بنده بدون گناه نیه. بعد وقتی که گناه ها ای به یاد خود میاره، اشک از او میریزه بر اون میز خطابه و بعد دستای خود بالا میکنه و دعا میکنه. یک دعای بسیار جالب میکنه، میگه اللهم ربی ان ذنوبی عظیمه، گناهانم زیاده، و ان قلیل عفوك عظیم منه، پایین ترین مرتبه عفو تو از گناهانم بزرگتره، فهمه بقلیل عفوك عظیم ذنوبی، ای بار خدایا به این پایین ترین مرتبه عفو خود بزرگترین گناهان مر که خیلی بزرگه و عظیمه اینا رو عفو کن. وقتی که زندگی نامه ایت شخصیت ها رو میخونین، وقتی که یک سختی به زنا میرسید آنقدر دعا میکردن و آنقدر زاری و راز و نیاز به درگاه الله متعال میکردن و در دریای دعا گوتور میشدن و قواسی میکردن که آرزوی بیرون رفتن از مشکلات رو فراموش میکردن. چرا؟ اصلا یکی از حکمت های دعا همینه که فرد وقتی که دعا میکنه او تا لذت میبره، او تا حظ و بهره میبره و از دعای خود کیف میکنه که دیگه سختی رو فراموش میکنه. بزرگان هم همین قسم بودن و دعا میکنن. بله اصلا شما نگاه بکنیم، برای ملاقات کردن یک فرد مثل دکتر شما شاید نیاز داشته باشیم از قبل شماره بگیریم، شاید برای دیدن دوستا و اقارب و خویشاوندان خود خود نیاز پیدا بکنیم که از قبل خود از اونا وقت تعیین بکنیم برای از اونا تماس بگیریم، ولی درگاه خداوند همیشه بازه و انسان و مسلمان در هر وقتی که نیاز ببینه و یا نیاز هم نبینه درگاه خداوند به سوی از او باز تا او راز و نیایش بکنه به درگاه خداوند، و هر آنچه که آرزوی رسیدن به اونار داره از خداوند بطلبه تا خداوند برای از او عطا بکنه. شما یک بار نگاه بکنید، خداوند متعال در قرآن کریم در وسیله کلام خود خوب بارها و بارها به اشکال متفاوت از اهمیت دعا و از این که خداوند دعای کسانی که دعا میکنن استجابت میکنه یاد کرده. مثلا خداوند متعال میفرماید و قال ربکم ادعونی استجب لکم، خداوند دعای هر بنده ای که دعا بکنه و از خداوند چیزی بخواه استجابت میکنه و در این هیچ شک و شبهه هم وجود نداره. ولی ما چرا دعا نکنیم؟ چرا که
ما وقت بیشتر برای دعا کردن نگذاریم. چرا بیشتر از چیزهایی که در زندگی فکر میکنیم، حتی بیشتر از مردم هم با ما کمک بکنن به اونا نمیرسیم؟ چرا اونا رو از خداوند نمیخوایم؟ چرا نمیخوایم خداوند اتحاد در داخل خانواده ما به وجود بیاره؟ چرا با دعا کردن نمیخوایم خداوند ما در جاهایی که دوست داریم کامیاب بکنه کامیاب بکنه؟ چرا از خداوند نمیخوایم که برای ما زمینه اشتغال زایی و کار برابر بکنه؟ چرا از خداوند نمیخوایم که صحت و سلامتی برای ما عطا بکنه؟ تمام از اینا با وسیله و راه و روش مثل دعا مهیا و تأمین میشه در زندگی انسان و مسلمان. بیایم که با همین وسیله زندگی خود خود پر از معنویت و روح و به اصطلاح ما شما آرامش بکنه، تا باشه که هم به وی وسیله قلب خود رنگ و ایمان ببخشیم و هم بتونیم به او چیزایی که آرزوی دست یافتن از اونا داریم به اونا دست پیدا بکنیم. به همین قسمی درستان بیایم یک سیری در زندگانی پیامبران داشته باشیم. حضرت سلیمانی که پادشاهی و او ملک زیادر گرفت، او ملک زیادر گرفت از کی خواست؟ توسط دعا خواست و از الله متعال خواست. نبوت حضرت موسی برای برادر خو توسط دعا خواست. حضرت یونس تاریکی های بالای تاریکی که الله متعال اونا رو وصف کردن در قرآن کریم، تاریکی شب، تاریکی دریا، تاریکی شکم ماهی، در همه از اینا آزادی خواست توسط چی خواست؟ دعا. کل از اینا مهم بودن ایر برای ما نشون میده که دعا یکی از مهمترین گمشده ما مسلمان ها و ما انسان هایی که باید برای از او اهمیت بدیم. همین رقم که شما گفتیم ادریس جان، به هر مشکلی که ما برمیخورین باید دعا بکنین. مثلا حضرت عمر میگه که من نمیترسم از اینکه دعام قبول نشه، من نمیترسم از اینکه دعام قبول نشه، از این میترسم که توفیق دعا کردن از من گرفته بشه. حضرت عمر میگن، میگم چون وقتی که من دعا بکنم حتما یا او به خیر منه که الله متعال برای من میده، یا ای که او به خیر منیه الله متعال بهتر از او برای من میده. از این خاطر من از این میترسم که توفیق دعا از من گرفته نشه. و از این خاطر خوبه که همیشه اگر دعا میکنیم یکی از الفاظ ما این باشه که یا الله من توفیق بده که بیشتر دعا بکنم و بیشتر از تو بخواهم. تو چون وقتی که ما از الله متعال چیزی میخواهیم و ما از الله متعال می عجز و ناتوانی خود پیش الله متعال بیان میکنین، اینجا الله متعال خوشحال میشه و مو چیزی که ما میخواهیم حتما برای ما اگر به خیر ما باشه میده. از این گفتهایی که بیان شد من فکر میکنم پس دعا یک امر اساسیه و یک امر خیلی مهمه که فرد در دعا از الله متعال اشیای ارزشمند در میطلبه. بزرگان دین به خاطر از این دعا بعضی آداب بیان کردن، چون امر مهمیه و چون رابطه بنده با الله متعاله پس بنده باید با الله متعال با یک آداب مجموع آدابی رابطه برقرار کنه. از جمله بزرگان ابو حامد غزالی در کتاب احیای علوم دین خود میفرمایند که برای دعا 10 ادبه که خلاصی از اونا که من مهمترین از اونا برای شما بیان کنم، یکی اینه که فرد به اسماء الله متعال و صفات الله متعال توسل کنه، یعنی این که قبل از دعای خود ثنا و صفت و حمد و تمجید الله متعال رو بیان کنه با جملات مثل الحمدلله الكبير المتعال، با جملات مثل الحمدلله على كل حال، با جملات مثل الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات، حمد ستایش الله متعال بیان کنه. یک ادب. ادب دومی اینه که خضوع و فروتنی خود را برای الله متعال ثابت کنه، افتادگی و درماندگی و نهایت عجز خود برای الله متعال که اللهم چون ناتوانم به درگاه تو آمدم. این خیلی مهمه، این ادب دومه. ادب سومی که فرد باید در دعا رعایت بکنه اینه که اوقاتی که اونا در دین اون مناسبت ها خیلی برای از اونا ارج گذاشته شده و ارزشمنده، در اوت اوقات دعا کنه. مثلا روز عرفه خیلی دعا موثره در روز عرفه و امکان نداره در روز عرفه دعا رد بشه. یا مثلا در روز جمعه، هر هفته روز جمعه بسیار یک روز مبارکه، فرد در او دعا میکنه، برای خود دعا میکنه، برای پدر و مادر دعا میکنه، برای اساتید دعا میکنه. و ادب چهارم اینه که حالات غنیمت بشماره، حالات مهم، مثلا حالت سجده، اقرب ما یکون العبد الی الله، حالت سجده نزدیکترین حالتی که بنده خود را به الله نزدیک ساز میکنه حالت سجده، پس میتونه در سجده که هست دعا بکنه. و ادب پنجم که خیلی مهمه، پزی از اینه که با زبان ذل و با زبان فروتنی دعا کنه.
قضیه سخنوری و رعایت فصاحت و بلاغت اینا رو یک گوشه بگذاره، خیلی با الله متعال صمیمیشه و خیلی راحت او چیزی که داره از درد دل خبر الله متعال حکایت کنه. من به می اوقات و آداب و دعا چیزای اضافه بکنم سر جان. در قسمت آداب و دعا چیزی که بیشتر از علما هم اضافه کردن و اشتباه نکنم، در پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم برای تاکید برسیدن این که دعای ما با حمد و ثنا و ستایش خداوند متعال شروع بشه. یعنی اولین کاری که ما دستای خود را بلند میکنیم و میخواهیم که چیزی را از خداوند بخواهیم، آغاز از او، ابتدا از او و مقدمه از او ثنا و تمجید خداوند متعال باشه و بعد از او درود و صلوات بفرستیم به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و آل و یاران از اونا و بعد از او کوشش بکنیم که برای خود خود چیزهایی که میخواهیم که در حقیقت خیر و کامیابی و سعادت دنیا و آخرت ما در او باشه از خداوند بطلبیم و در کنار از اونا بخواهیم چیزهایی که در زندگی آرزوی دست یافتن برای از اونا داریم، چی در داخل خانواده ما صحت و سلامتی خداوند برای تمام اعضا عنایت بکنه، چی که اهداف داریم و تعیین کردیم و دوست داریم برای از اونا برسیم، همه از اینا با همی دعا کردن از خداوند بخوایم. و مؤمن باید زیرک باشه، باید بفهمه که چه وقت دعا بیشتر مورد استجابت قرار میگیره. مثلا در وقت اذان دادن روایته که انسان و مسلمان دعا بکنه، در مدت زمانی که بین اذان و الی اقامه نماز صورت میگیره دعا کردن خیلی مهمه، در انگام سجده ها به این سجده های طولانی که انسان و مسلمان با جاری کردن چند قطره اشک بر گونه های خود خواه از خداوند چیزی رو بطلبه و از همه مهمتر در انگام شبه که انسان مسلمان وقتی که در اون نیمه های شب که در طبق حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند که خداوند متعال در آسمان نزول میکنه و بعد از او میخواه که او چی کسی که دعا بکنه و دعا از او مورد استجابت قرار بده و انسان مسلمان کوشش بکنه از این اوقات درست استفاده بکنه و بخواه هر آن چیزی که آرزوی رسیدن به از او داره. برادرای عزیز و محترم، آداب برای دعا ذکر کردین و من از این آداب خیلی سود بردم و میخوام یک چیز دیگر اشاره بکنم که در جامعه ما بزو خیلی پایبندم که نباید باشن. مثلا عجله کردن برای نتیجه دعا، ما دعا میکنین و یک چیز از الله متعال میخواهین، اصلا دیگه بعد از او نه توکل داریم و نه اصلا دلجمی داریم و نه هم آرامش داریم و تا میتونیم شتاب و عجله میکنیم که او رزود الله متعال به ما بده. یعنی خود محوریم. یکی از بزرگان میگفت که خود خور خدا قرار ندیم. مثل ازی که ما میایم دعا میکنیم یا الله تو ایر برای ما بده، باز بعد از میگیم بده دیگه زودتره. خب اینجا پس همو مرتبه رو به خود خور قائل شدیم. اگر او الله متعال، او خالق مانه، پس باید او تصمیم بگیره که ای به نفع ما هست حالی هسته یا باید یک سری مراحل ما پاس بکنیم او به نفع مانه یا ای که نه بهتر از او به نفع مانه تا اینکه الله متعال بر ما بده. از این خاطر باید عجله نکنیم تا اینکه همو دعای ما باید 100% و یا ای که حمال سبا یا پس سبا یا یک ساعت بعد باید عملی بشه. از این خاطر توکل کردن و سپردن امر برای الله متعال بعد از دعا کردن یک چیز مهمیه. مانند ای که داستان حضرت ابراهیم، ابر قدرت همو وقت که نمرود باشه میای حضرت ابراهیم رو به منجنیق بسته میکنه و آتش بزرگی هم شعله‌ور میکنه تا ای که حضرت ابراهیم رو داخل از او به منجنیق بندازه و اربو سوزانه. در همو اسنا حضرت جبرئیل میای پیش حضرت ابراهیم میگن که کار و خدمتی باشه، اگه گپ گفته هسته که حمال اجرا بکنم. چی گپ گفتی داری یوری گفتن؟ اونجا حضرت ابراهیم میگه گپ دارم من، تا برای تو ندارم، برای الله متعال دارم. اونجا همون امو خلوص و نیت و توکل وقتی که نشان میدن حضرت ابراهیم، الله متعال هم با آتش امر میکنن قلنا یا نار کونی بردن و سلامت، هم خنک باش و هم سلامتی باش برای حضرت ابراهیم، امر میکنن با آتش که از او خصلت اساسی خوک داره پایین میایه برای حضرت ابراهیم. از این خاطر بعد از دعا کردن توکل و سپردن امر برای الله متعال خیلی ضروره. تا ای که مثلا میبینین خیلی کسا دعا میکنن اما آرامش ندارن، علت چیه؟ شتاب و عجله دارن بعد از دعا که باید اور به دست بیارن. از این خاطر شتاب و عجله نباید باشه، تا وقتی که دعا میکنین آرامش به دست بیارین و باید جای شتاب و عجله برای توکل و سپردن امر برای الله متعال بدین. همون قسمه سنگاهن یک سوال به ذهن ما شما میاد که آیا در قضیه
وسیله دعا ما میتونیم دنیا را از الله متعال بخوایم یا اوت اموری که در دنیوی باشه و اونا امور دنیوی محض باشه به آخرت تعلق نداشته باشه و میتونیم اینم از الله متعال بخوایم جواب از اینه که بله میتونیم از الله متعال بخوایم. علما من حیث المجموع دعا را به چند قسمت تقسیم میکنن. اول دعایی که او دعا محاله با. یعنی اصلا او قابل اجرا نیه. مثلا فرد دعا میکنه که الله متعال تو خود را برای من نشان بده، این محاله، اصلا کسی نمیتونه به چشم سر الله متعال ببینه. یا یک دعایی که فرد برای انجام یک معصیت میکنه، مثلا دعا میکنه خدای نخواسته که برادرم در فلان برنامه خود موفق نشه و ناکام شه، این دعا دعای معصیته و این حرامه و گناهه. برای کسی که دعا میکنه این قسم دعای قسم نیه که دستار بالا بکنه و همون الفاظ رو بگه، همین که به داخل دل هم ایر از الله متعال میخواه که فلان برادرم به فلان قضیه خود موفق نشه، این دعایه و او به این کار خود گناهکاره و این دعا دعای حرامه. دعای سوم دعایی که دنیا را از الله متعال میخواه، یک امر دنیوی میخواه، مثلا در آزمون کانکور قراره که اشتراک بکنه، کامیابی خود در آزمون کانکور از الله متعال میخواه، این چه صحیح و درست و مشروع و ثابت در دین ما شو میتونه که بخواه. و بهترین دعا و جمله ای که میتونه در این موارد بگه، من فکر میکنم این دعای که رب ابشرنی بما انتظر منک و انت خیر المبشرین، ای بار خدایا مر به اوت چیزی که از تو توقع دارم، کامیاب شدن در آزمون کانکور، کامیاب شدن در فلان بورس و فلان و فلان، مر بشارت بده، تو بهترین بشارت دهنده ای. همین که فرد در امتحان کانکور خود کامیاب میشه، این بشارت الله متعاله و دعای از او پذیرفته شده. و دعای چهارم دعا محض اینه که در کنار از این که دنیا را از الله متعال میخواه، آخرت را هم میخواه. و ایت دعای افراد ویجه میکنند، ایت دعای افراد میکنند که الله متعال برزن توفیق داده باشه. و بهترین دعا به این زمینه من فکر میکنم این دعای که ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه، یعنی در کنار از این که خوبی ها و نیکی ها به ما در دنیا میدی و موهبت های خور بر ما در دنیا میدی، در آخرت هم بر ما بده. توصیه من اینه که ما و شما هم همین قسم دعا داشته باشیم، همیشه در کنار دنیا که دنیا را از الله متعال میخواهیم، برای آخرت خودم فکر کنیم، برای آخرت خودم از الله متعال یک چیزی بخواهیم. بله، رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث میفرمایند، به این حدیث بسیار امید بخشه برای انسان و مسلمان، اینه که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میگن که خداوند بزرگ و با عظمت شما بسیار با حیا و سخاوتمنده و از این که کس دستا از او بلند شده و چیزی از خداوند خواسته دعا از او اجابت نکنه و پس خالی دست از او بده عوا میورزه. این برای انسان نشون میده که تو هر چی میخی از خداوند بخوا و خداوند حتما به تو عنایت میکنه اگر خیری در او بر تو باشه. ما خیلی از وقتا نمیفهمیم که در یک کار خیر نهفته حکمت در او داره و یا هم نه، و همین خاطر خیلی از وقتا میبینیم مثلا دعای ما مورد استجابت قرار نگیریف پس ما دیگه دعا نکنیم. نه، بلکه ما همیشه تا جایی که جا داره گفته شما سیر جان توفیق دعا کردن را از خداوند بیشتر بطلب، و این توفیق دعا کردن و دعا کردن آهسته آهسته همون چیزایی هم که خیر باشه خداوند برای ما شما عطا میکنه. اگر خداوند آل دعای ما شما مورد استجابت قرار نداد، شاید که نتیجه و ثمره ازیر در آخرت برای ما نگاه داشته باشه. اگر خداوند آل دعای ما شما مورد استجابت قرار نداد، شاید بعد از مدت دیگه خیر و بهترتر از این برای ما شما عنایت بکنه. و همین خاطر هیچ وقت ناامید نشیم. احادیث و روایت های زیاد مثل این حدیثی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودن وجود داره که برای انسان امید میبخشه که تو هر وقت چیزی خواستی از خداوند بخوا. و ها و خیلی از عوامل هستن که مانع استجابت دعا میشن. اگر ما رزق و روزی ما حرام باشه، وقت توفیق انتظار و توقع از این نداشته باشه که خداوند دعای ما رو بپذیره. او وقتی که دستهای ما با کارهای زشتی که خداوند ما رو منع کرده آلوده، ما هیچ وقت انتظار استجابت دعا نداشته باشیم. وقتی که لباس ما حرامه، چی رقم ما بیایم از خداوند چیزی بطلبیم؟ در حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله میفرمایند که نفر دست دعا بلند میکنه و چیزی میخواد، در حالی که سخنی که میزنه حرامه، لباسی که میپوشه حرامه و چیزی هم که میخوره حرامه، چی رقم؟ و اینها همگی موانی هستند برای استجابت دعا. پس کوشش بکنیم که قبل از دعا همیشه کاری بکنیم که رزق و روزی حلال همیشه داشته باشیم، پوشاک ما حلال باشه و در کنار از او فردی باشیم که همیشه مطیع اوامر خداونده و مو جایی که خداوند ما دستور داده بود که به او کار
دست نزنیم و به او را قدم نگذاریم، این کارا بگذاریم سر جای زیرا و بعد از یک فرد ما باید در میشه که خداوند دعای ما همیشه مورد استجابت قرار میده. 100% ادریس جان، من به گفته های شما اضافه بکنم و به اون مفهوم حدیثی که شما گفتین خیلی جالبه. از اون ای برگرفته میشه که در کنار از ای که وقتی که دعا خلاص شد ما شتاب نکنیم و توکل داشته باشیم، باید ناامید هم نشیم. ناامید هم نشیم. ببینیم مادر چقدر مهربانه، همون مهربانیت و شفقت را الله متعال داده به زو. پس الله متعال چقدر مهربانه و چقدر شفقت داره نسبت به بنده خود. بچه در حالی که زجه میزنه و گریه میکنه و ناله میکنه، مادر خیلی دلی میسوزه، مادر خیلی دلی میسوزه. پس مادر برای از او مهربانه، اما باز هم او چیزی که او بچه مایه برای از او نمیده. مثلا چی؟ مثلا بچه گریه میکنه که من فندک مام آتش بزنم، یا گوگیرت مام که آتش بزی بکنم، کبریت مام که خودی آتش بزی بکنم. حالا مادر نسبت به شفقت و مهربانی که داره یک طرف، اما نسبت به فکر و تدبیری که باید بکنه، باید او فندق و یا کبریت و دست از او بچه خورد بده یا نده؟ باید نده دیگه، چون او بچه خورده، نباید به دستی بده. از این خاطر گاهن بعضی چیزهای از الله متعال ما میخواین که برای ما نقص داره. بچه به شفاخونه به پیش مادر خواهی گریه میکنه که به من گلاس اوی بده، با وجود از این که دکتر برای از این گفته که این نباید حمال آب بخوره. حالا باید مادر برای او بده یا نده؟ نده که، چون نقص داره. با وجود از این که گریه میکنه روی از این رفته که مادر شفقت و مهربانی زیاد داره، اما از اینجا مادر آب داده نمیتونه، چون زندگی بچه به خطر میفته. از اینجا الله متعال از هر چیز بهترتر میفهمه که این چیزی که ما دعا کردیم به نفع ما هست یا نیه. ظاهرا ما چون زیاد دورنمای زیاد نداریم از این زندگی، خب فکر میکنیم به نفع مانه، اما بعد چند وقت خیلی راحت میفهمیم که نه، واقعا این به نفع ما نبوده و خوب شد که الله متعال این برای ما نداد. مثلا به سن و سال خورد خیلی ها، خود ما شخصا بگم یا خود هر کدوم ما شاید همین آرزو داشتیم که لپتاپ خوب داشته باشیم، گوشی خوب داشته باشیم. بیایم حال تصور بکنیم، همو وقت از الله متعال خواستیم اما همو وقت الله متعال برای ما نداد، کار خوبی شد که نداد، چون اگر میداد مصروف خیلی از سایت های مجازی و اینا میشدیم، خیلی از درس ها عقب میموندیم، از زندگی خو عقب میموندیم. اما فعلا اگر داریم به این خاطر داریم که میفهمیم از او چی رقم استفاده بکنیم، درست؟ از این خاطر هر چیزی که از الله متعال میخواین حتما به خیر مونه که نده، یا اگر میدم حتما به خیر مونه که از او باید استفاده درست بکنیم. همین قضیه پدر و مادر که سیر جان شما اشاره کردیم، من به حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله یاد میاد که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله میگن شما بددعایی نکنین، نفرین نکنین و لعنت نکنین. دعا دعایه، به هر قسمی که دعا کنه شاید الله متعال بپذیره. بر روایت که حضرت جابر از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله داره میفرمایه که لا تدعوا علی انفسکم، شما بر علیه خود دعا نکنید، خود را نفرین کنید. گاهن از بعض دستاوردهای خرازی نیم، پس خود را نفرین نکنید، بددعایی نکنید. ولا تدعوا على اولادكم واموالكم، شما بددعایی بر فرزندان خود و اولاد خود هم نکنید. گاهن پدر و مادرهای هستند که از بازی گوشی های اطفال خود خسته میشن، رنجیده میشن، او رو نفری میکنن، بددعایی میکنن. در ادامه حدیث میاد که شاید الله متعال این دعای شما در لحظه قرار بگیره که الله متعال دعای شما رو بپذیره. میبینیم شما پدر و مادری که خیلی از دست طفل خود رنجیده میشن، اون نفری میکنن، حتی مرگ از اون میطلبن از الله متعال. توصیه ما به او پدر و مادرها اینه که شما همین خواسته خود یک دفعه تصور کنید، همین که شما برای فرزند خود مرگ را میطلبین، این تصور کنید که روزی خدای نخواسته فرزند شما با تن خونین به جلو روی شما افتاده، آیا شما تصور از او برای شما سنگینه؟ پس چگونه شما بر علی از او دعا میکنید؟ این هم خیلی قضیه مهمیه که خود را از این هوش کنیم و حفاظت کنیم که ما بادا به کسی بد دعایی کنیم. اصلا مهربانی خداوند چیزی که سیر جان گفتن بسیار زیادتر از او چیزی که در ذهن انسان بگنجه. شما یک بار نگاه بکنید مهربانی مادر چقدر زیاده. حضرت علی رضی الله تعالی عنه یک نقل قول خیلی خوبه از او روایت شده، میگن که به حضرت علی گفتن که آیا دوست داری که ما حساب و کتاب تو در روز قیامت به مادر تو واگذار بکنیم، یعنی مادر تو حساب کتاب بکنه ما رازیم. حضرت علی رضی الله تعالی عنه میگه که من در اون روز غیر از خداوند دوست ندارم هیچ کس دیگه حساب و کتاب من رو بگیره. چرا که خداوند به مراتب مهربان تر از مادره.
وقتی که خداوند اینقدر مهربان باشه، پس ما همیشه امید داشته باشیم که خداوند دعای ما مورد استجابت قرار میده. امیده که از این بعد وقت بیشتر برای دعا کردن در زندگی خود خو اختصاص بدیم و از خداوند هر آن چیزی که به خیر دنیا و آخرت ما نه به طرفه.